خب قسمت دوم رو بخیر شروع میکنیم. تا اینجا فقط با اسپلینگ گرامر تکیه کردیم که اسپلینگ گرامر چی میگه، چون پروفینگ است سیوینگ میریم. دا سیوینگ چی است؟ سیو فایلز ان فرمت. وقتی که سیو میکنیم با کدام فرمت استاندارد کنترل اس ما کار بته؟ کنترل اس که زدی آفیس 2010 97 2003 تمپلیت ورد وبسایت ریچ تکست پلین تکست بگی فرمت استاندارد چه بگی. خب من دست نمیزنم، نمیخوام چی بگم. آتو ریکاوری که زمانی که شما خواندین، آتو ریکاوری زمانی که ما شما فایل سیوش میکنیم هر دو رقبات یک سیو کرده بره. خب من میگم هر دو رقبات نه، هر دو رقبات تو برم سیوش کن، بخاطر اگر کامپیوتر گل شد اتوماتیک برم سیوش بشه. کیپ دی لاست آتو سیو ورژن اف آی کلوزد وذاوت سیوینگ. ببینیم ما این رو تک مارک زدیم، یک فایل کار میکنه، یک دفعه بسته شد، یک دفعه چارج خلاص شد، یک دفعه کلوز کردی، پس او آخرین ورژن هم باید با ما نگاه کنه. طبعا اگر یادتون رفته باشه موضوعاتی که ما شما گفتیم در قسمت چی هستن، اینی جاست منیج ریکاوری ان کل موضوع در اینی جاست. ما چرا بر شما گفتم که چیزایی که خواندین ریویو میشه، ما بخاطر روز اول ما اینا رو تدریس نمی کنیم، در قسمت سیوینگ میرین. خب آتو ریکاوری در کدام فولدر باید سیو شوه؟ فولدرش موقعش انتخاب کنین، خودتون میتونین انتخاب کنین، ببین براوز بزنین default location file از معمولا هر چیزی که ما سیو میکنم در کجا سیو میشه؟ در داکومنتس ها سیو میشه. پس آدرس داده شما کارهای اداری بسیار مهم دارین، پس شما میگین که در یک فولدر مشخص باید سیو شود، پس اون فولدر مد نظر بگیرید. درست است آفلاین ادیتینگ از خود داکومنت ما شما را قصهش نمیشیم، معیار موضوعات مهم نیست. لنگویج میریم، غلطی بلای ما شما را در کدام لسان میگیره؟ انگلیش. درست اینجا دری را اضافه شده، میتونین ریموو بزنین، میتونین استاندارد قرار بدین. دیسپلی لنگویج ما شما از مایکروسافت لنگویج است، ایدیتینگ و هلپینگ که ما شما میگیریم از انگلیش است. بخش ادوانس شما میبینید، در ادوانس میبینید ایدیتینگ آپشن است، هر آپشن ها از خود تمرکز خاص داره. تایپینگ ریپلیس تکس، زمانی که یک تکس انتخابش میکنی این اگر فعال باشه اتوماتیک میتونید در جای از اون اشتک شونی. نه این فرم در جنیان ما کار کردیم، خب اگر شما متوجه بشونید نشتک کردیم که گاد، خب ما این انتخابش میکنیم میگه نه الله نشته شده، گاد او طرف ببینیم سلکت کردیم نشته شد. چرا؟ که ما در قسمت آپشن ها این فرمان فعال گرفته بودیم که زمانی که ما از ادوانس میریم ریپلیس کنیم ما بتونیم استفاده کنیم. When selecting automatically select entire word، خب ایران باز برتون کارش میکنم، وقتی که شما نشته میکنیم دیده بغلش نشته میشه. چرا؟ که غیر فعال شده، سرش نشته نمیشه و یک ضرر بسیار کلان است. من کنترل دل زدم نشته کردم که in the name of Allah and the name of Allah نشته کردم، دبل کلیک که میزنم سکنه تکس امو لغت اوتوماتیک انتخاب میشه، دبل کلیک انتخاب میشه. یعنی یک تکنیک است که ما شما با زدن دبل کلیک انیمیچه انتخاب شود مکمل لغت انتخاب شود، اوتوماتیکلی انیمی لغت انتخاب شود. خب بالا رو انتخابش میکنم. auto select to be dragged and dropped ای چی معنامه؟ چیزایی بسیار جالب خوب است. مثلا من این نیم یا هر چیزی که از غلط رو نشته کردم، خب خیلی نیم اینان بان درست نشته کنم نیم، این خوب است که ما شما انتخاب شد، ما میگیم این نیم انتخاب کشش کو درگش کو درابش کو دانستی؟ بله درگ اند دراب شد، یعنی کشیده و انداختن. و در صورتی که در مینوی آپشن ما این می آپشن ما غیر فعال باشه و ما شما کار نمیده، در ادوانس میرین درگ اند دراب کار نمیده، درست این غیر فعال کنیم. خب یوز کنترل کلیک تو فالو، این ما غیر فعال کردم در حال که در کلگ این فعال است. خیلی وقتا شما دیدید که وقتی من کار میکردم راستن کلیک میزنم بدون اینکه من از کنترل استفاده کنم. اگر شما یک لینک را میارین شرکتش کنترل که بود، خب امرا یعنی فولدر خلاصا اوکی زدیم. زمانی که جا میرین ببینین میگه کنترل هم محکم بگی علامت دست می، وقتی کلیک میزنی اونم مهشت یا هر چیزی که هست باز میشه، یعنی باید حتما کنترل هم محکم بگیری و این کار شده. خب اگر ما میگیم که اذیت ما شما میکنه اینمی کار بر ما شما نته، مستقیما استاد چه رقم استفاده میکرد؟ یک کلیک میزد دوست میرف، اما از ما که کلیک میزنیم حتما باید کنترل ما کم بگیریم. اینه غیر فعال کردم بود خودم. اوتوماتیکلی کرییت دراوینگ کانوس ون انزرتینگ اتو شیپس، وقتی که شیپ میاری نمو یک چارچوکا ده برش بده که بازور خرد و کلان کرده بتونیم، این یه زو قسمتش است. یک کانوس یک جای هم برش بیانانه، خب یک مقدار جنجالی است بیان که اینو بعد نشانش بدم چه رقم. شما شپا رو میاردین راحت استفاده میکنین، درست در هر برنامه دیگه سعی کنین آل یک کانونس میته یک چارچوکات برش اضافه میکنه که یک چارچوکاتون بر من اضافه کن، یک چارچوکاتون بر من بیارشه، پس چی شد؟ یک آتو کانونس شد. سعی کنین از اینجا مثلا اون طرف من نمیرم، خودم این چارچوکات من میتونم داشته باشم. خب اگر شما نخواسته باشین طبعا در ادوانس رفته و
auto convince غیر فعال میکنم. Use smart programming selection. اسمارت سلکشن همی دبل کلیک هاست، دبل کلیک هاست وقت ما انتخابش میکنیم، ما انتخاب کرده بتنیم use smart cursoring است که از شکل کرسر یا ماوس به شکل smart استفاده صورت بگیره. control delete مساوی کمان کار بته بخیر، اذیت ما نکن. سه کنیم دبل کلیک دبل کلیک دبل کلیک دبل کلیک دبل کلیک دبل کلیک سی دفعه دبل کلیک میزنم مکمل پروگراف رو با من انتخاب میکنه. یک تکنیک است نه، دبل کلیک دوتا تک سکند خواب کرد، دبل کلیک سه دفعه که بزنین کلن همی خب باید مقدار تیستر با بزن اما پاراگراف هم انتخابش میکنه. یا مثلا اینجا برین کنترول هم کم بگیرین کرسر در اون طرف هست، کنترول هم کم میگی ادوکیری به طرف پایین میزنی کجا یا خط آمد اول خط کنترول هم کم بگی بیا پایین اول پروگراف آمد در حالی که تو دانه دانه میه کنترول هم کم بگی به طرف بالا برو اول پروگراف ها قرار میگیرن. اگر که مثلا این تبرین دانه دانه میره کنترل ما کم بگیریم ببینین کلمه به کلمه رفت آمد میکنن. این یک حالت رفت آمد خیس تکنیکایی است که شما از کیبورد جات استفاده میکنین و این بخش گفتم ادوانسش است. ادوانس یعنی مکمل موضوعات پیشرفته و مغلقی که موضوعات اضافه ای است که بسیار مهم هستن. خب use the smart cursoring, use the insert key to control over wrap mode. خب زمان که ما از insert key استفاده میکنیم اینجا بر ما شما بعض محتویات و تکسا و موضوعات بر ما شما بیاره. نرمال باشه استایلای ما، cursoring movement ما لاجیکلی باشه، به شکل بینایی باشه، دیده بتانیم منطقی باشه. خب اینی جز پیستینگ از زمان از وکسل پیست میکنین، پاورپوینت پیست میکنین، از اینترنت پیست میکنین، یکان چیزها رو میارین پیستینگ وقتی میکنین از یک دو سیم داکومنت که هست تمامی شکل قوارش باید انتقال پیدا کنن. اگر از داکومنت پیست میکنین شکل قوارش دیفالت باشه. ببینین شما اگر باز خواسته باشین میتونین فقط بگین مرج شوه، فرمت ها مرج شوه، مرجینگش به او شکل قوارش خوبش نمه، تکستش فقط بیا فرمتشو از اینترنت کپی پیست کردی اما فرمت ها نباید بیا. از اکسل میری در این پیست میکنی، از این میبری در برنامه اکسل، پس این فرمت ها رو نباید مد نظر بگیره، فقط برنامه شما چی باشه تکست ساده باشه. رایت خب یوز دستینیشن استایل، استایلی که برنامه دیگه رفتم و آوردم اما استایل کلش انتقال پیدا کنه. چندین آپشن که برنامه شما میته ایمیج سایز که یک در داکومنت یک عکس میری. خب دیسکارد ادیتینگ دیتا ادیت کردن نتا مصرفش کن، دو نات کامپرس ایمیج، یکس کامپرس نکو، فشرده نساز، کیفیت از بین نبر اگیر بگیریم. در صورتی که موج خواندیم که میتونیم کامپرسش کنیم، میتونیم فشرده بسازیم، میتونیم موج کمتر باش بگیریم چون سر ایمیج کار میشه. شو داکومنت کانتنت، از این داکومنت ما کدام کانتنت تا رو با ما نشون بده. شو بک‌گراند کالرز اند ایمیجز اند پرینت لی اوت، تصویر و رنگ و کل چیزا نشان بده. اگر بگیری اون تصاویر رو مترف میکنن، رنگ ها رو مترف میکنن، چیزا نشان بد نمیده. شو تکس رپید ویدن داکومنت ویندو، زمانی که تکس خورده رپ کده اونو رپا رو به ما نمایش بده. شو دراوینگز اند تکس باکسز آن سکرین، زمانی که من شیفت میارم تکس باکس میارم این چیزا نشان بده. شو کنترل کاراکترز، کنترل کاراکتر ها نشان بده، بوک مارک هایی که استفاده کردم نشان بده، تکس باندریز اما تکس کاور نیم چارچاپاتاش نشان بده. ببینین باندریز ها را نشان میده، تکس ها را نشان میده، اگر شیپ میارین، اگر اشکال میارین یعنی بر ما شما بیارن نمایش بده. در صورتی که ما اوج یک وقت که شما استفاده کردین، عکس آوردین، داکومنت آوردین، دمینو خیلی چیزا را استفاده کردین و ما میگیم که نشان نده، باز اینی وقت است که جنجالی است. درست؟ داکومنت ها را مثل میگیم؟ آوردیم. یعنی اینجا ما شما وقتی که در آپشن ها میگیریم در بخش ادوانسش میریم میگیم شو کو نشان بده کلش باید شو باشه، بک‌گراند کالر ها نشان نده، دراوینگ ها نشان نده، کنترل کلکتر ها خب بک مارک ها و یارز ها نشان نده. درست است؟ ببینیم باندری از بین رفت، دوگاه از بین رفت، دیگهش از بین رفت. خب وقت اگر باندری بفته اگر این میمونه یک نفر چه رقم پاس کنم؟ خب در مینو ها ما شما نخوانده بوده میشه کجا شد؟ دنی قسمت بود نشو داکومنت کانتنت. خلاصه اینا میفهمین که کراپ مارک، عکس میاریم مارک میزنیم، تکس باندریز مثلا گفتیم نشان بده، فیلد هایی که آوردیم در مینوی میلینگ شما کار کردیم، میلینگ آوردی هر فیلد که آوردی اما یک چون فیلد بود، فیلد بود آیلایت میگرفت، سیاه آیلایت میگرفت، رنگ و دیزاین ها رو بخواد
نگیره.